این عروسی نباید سر بگیره، میفهمی؟ ملیحه گفت مشکلشون ژنتیکیه، جنین به 6 ماه نرسیده میفته. بگذر، از رو دروایسی با برادرت بگذر. تو آینده امیر حافظ وسط مهم نیست. میخوای هر وقت یه بچه میبینه با حضرت آه بکشه؟ نه نمیخوام. همون جوری که دل بستن رو یاد گرفتی، یه وقت دوی هم باز دل کندن رو یاد بگیری. فکر کنم اکرمه. الو. الو عمو. جونه عمو جون. یه چیزی شده نه؟ یه چیزی شده که امیر حافظ پیداش نیست. نکنه بلایی سرش. هیچ بلایی سرش نیومده عمو جون. چیزه، بابات خونه هست؟ بله. میگم داداش، از زمان بچگی من تا حالا خیلی گذشته. نه خیلی، نه 40 سال. میگی چی شده یا نه؟ آره حقیقتش دوام شده. آره دوام شده. این زمان بچگی ها بازم کتک خوردم و آدم دنبالت که با هم بریم یقه یاروه رو بگیری و کشیده که تو گوشم زده رو جبران کنی. جبران کنی که بازم کتک خوردم و جلو خودم خیت شدم. دعوام که میشد قاطی دعوام میشدی، دعوات که میشد منو قاطی دعوات نمی کردی. جدی جدی داداش، تو اون عالم بچگی و یتیمی کی وقت کردی بزرگتری رو اینقدر خوب یاد بگیری؟ میگی چی شده یا نه؟ حقیقتش منی که زهره نشون کردم بود، دلم یه جای دیگه گرفتار شده. دختر اسمش انسیه، باباش از زمینداری عمده شماله و ازش خوبه، پشت داره، پناه داره، اسم رسم داره. از منو اعتماد به نفسم بر نمیاد که برم در خونه باباشو در بزنم بگم اومدم انسی دخترتو ببرم خونم که زنم شه. از من بر نمیاد. بر نمیاد چون از پسر اتول خان گرفته تا صاحب 20 قایق ماهیگیری خواستگار دخترشم. اومدم دادش ببرم تا شهر رو به هم بریزی تا انسی رو بگیرم. یادت شهر رو به هم ریختی و انسی رو از دهن خواستگاره ریز و درشتش در آوردی و باباش رو راضی کردی تا شد زنم. اصلش هیچ کدوم اینا نیست. میدونی چیه بزرگ؟ اومدم که بهت بگم یه مغازه تخمه و پسته و بادام فروشی واسم واکنه که رو پای خودم واسم. زنم یه وقت فکر نکنه نون خورت داداشم، اما همیشه به چشمه کوچیکتر بهم نگاه کنه. یادت وقتی اینو بهت گفتم شبش با سند کارخونه اومدی خونم و جلوی تازه عروسم سند 6 دنگ کارخونه رو که به نامم کرده بودی گذاشتی جلوم و رو کردی به انسی و گفتی سند 6 دنگ کارخونه است، منگوله دار. حالا از این به بعد من بزرگتر زیر دست داداشم اسماعیل کار میکنم.
یادته بزرگ، یادت این کار واسم کردی؟ بالاخره میگی چی شده یا نه؟ آره میگم. اومدم تا بازم واسم بزرگتری کنی بزرگ، واسه امیر حافظ، واسه انسی، ته تهش واسه دخترم. خودت فکر کنی و دیگران رو ناراحت کنی، تو که میدونی پدر تو به جز سعادتت چیز دیگه نیست، به خاطر خود خواهید ناراحت نکن. سلام پدر. سلام جانب سرگان، شبتون بخیر. شب شما بخیر. این آقا رو میشناسین؟ سلام. پدر جان با شما بودم. این آقا رو میشناسین؟ بله بزرگان هستن، صاحب کارخونه. نخواستم به جرمه بلگرده ببرنم خونه، پیش اخت هست. ای وای خدا، ای خدا. چی شده؟ بازم دنیا آوار شده به سرم، منم آوار شدم به سر تو، رو خلبت تو.
خراب ناصر خان خراب. بزرگ خان چی شده؟ هیچی خواب خواب نعمتیه. بساط خواب علم کن یا علی. سلام. سلام. خوبی خانم سهرابی؟ چطوری خانم جوادی؟ مرسی شما. خانم نوروزی اومدن؟ بله اومدن. سلام. سلام. بله. ماشین خواستید خانم؟ شده. بزرگ کجاست؟ با تو رفته دیگه برنگشته؟ بذار یه زنگی به موبایلش بزنم. خودم عقلم میرسه به موبایلش زنگ بزنم ببینم کجاست. اول اینکه موبایلشو نبرده، دوم اینکه تنها کن. چی بگم؟ این همه پریشونی از چیه؟ امیر حافظ کجاست دیروز تا حالا؟ بزرگ کجاست دیشب تا حالا؟
خانم تو رو خدا، تو رو خدا یه فال بخرید خانم. یه دونه خانم، تو رو جون عزیز. یه دونه فال ازم بخرید. یه فال خانم، فقط یه دونه. اولین بلیتی که پیدا کردم اصلا نمیدونم مال کجا هست. که چی بشه؟ که بس فردا بریم محصر رو بعدم طلاق و بعدم خود خود هر کی روید خانه خود. خسارا از این بدتر نکن. دیگه مگه بدتر از این هم میشه؟ بعد همه شون دورم نشسته ما رو از هم جدا کنم. بعد تو به من میگی اوزارو بدتر نکنم؟ آره گریه کن. میشه گریه کرد و تمامش کرد و بعد چهار سال محرمیت بشیم دخترم و پسرمون وایسم تا یکی بیاد خواستگاری چه عروسی غیر بدم و مبارک باشه بهت بگم. بس دیگه بس نداره همینه خره. مادرم که مادرت هم سیخانم نه همون که هم دست رو سرم کشیده میخوای از مادرت فرار کنم. همین مادری که تو میگی دیروز پیت نفت رو خودش خالی کرد تا خودسوزی رفت واسه اینکه من تو جداشم. اون میگه نوه، میگه بچه، منو تو باید به این گوره بابای بچه رو بچسبیم به هم. اینجا بمونیم همه چی میپره اینه این چهار سال. اینکه خونه که باید بگیریم حتما تراس میخواد یا نمیخواد، اینکه شومینه خونه رو گرم میکنه اگه نمیکنه بخاری اضافه کنی، اینکه همش میپره. وایسم باید شوهر کردن تو ببینم. پاشو تموم شد سالا بزن آلالا سکر تو ببینم. بابا بابا دیر شد میخواییم بریم بابا. نمیخوایم نه؟ چرا به قرآن؟ بیشتر از هر کسی امیر خیلی فرار نه بلش که دختر مردم خواه دختر مردم فراری بده خواه دختر مردم
سلام وستی. خوبی؟ به مرحبت شما. دیشب اینجا بود؟ همه چی بهت گفت؟ آره همه چی رو بود. صداش میلرزید و میگفت مثل بچه ها تو خودش خزید و خوابش برد. کله سهری پشت رفت بیرون و دو ساعت بعدش هم برگشت. میگم اینم کمر لباس عروس نداره ناصر خان. نه نگاه کن. ای ناصر خان راستی کت شلوار رو میخوای چی کار کنی؟ اصلا داری؟ نداری؟ تو کمد لباسات هم دیدم نبود کت شلوار نو. میخریم ها؟ حالا بذار ببینیم اصلش درست میشه. ایشالله که درست میشه. باشه؟ باشه. کت شلوار رو میگم باشه؟ باشه. ناصر خان کت شلوارتون کرم باشه خب؟ آخه این عکس برگردونا رو امروز آوردن. دستگاه برقی و جدید. قیمت هر کدومش هم زیرش نوشته. من جواب ویزیتور رو ندادم تا تو بیایی. شب خونه نرفتی؟ قیمت هر کدومش رو زیرش نوشته. اینه یه بار گفتی میدونم که تو دلت دارن رخ میشورن. هر کدوم این دستگاه رو زیرش نوشتن. وقتی حرف نمیزنی بیشتر میترسم. بزرگ منو تو این هپروت ول نکنو. برو میخوای حرف بزنم؟ بزنم. دعوام شده. میخوام این بار تو قاتل دعوای من بشی که ازم دفاع کنی. از دخترم، از بیوه شدن علکیش، از شناسنامه سفیدش. میخوام تو روی همه مردمی وایسی که میخوان برای من و دخترم حرف در بیارن. مردش هستی؟ پسرت مردش هست؟ از کلانتری زنگ میزنم. چی
این آقا و خانم مدعیان که زن و شوهرن. شواهد میگه که داشتن فرار میکردن. بله بله، زن و شوهرن جام سلام. اون پسرمه، اونم دختر ایشونه که هم عروسمه، هم دختر برادرمه. شناسنامه این زن و شوهر رو میتونم ببینم؟ شناسنامه‌شون نشون دادی؟ چطور اون سرکار قبول کرد وقتی شناسنامه‌ای در کار نیست؟ وقتی شناسنامه‌ای نوشته شده‌ای در کار نیست؟ حالا اون قبول کرد. ده تا خونه پایین‌تر و بالاتر رو چیکار کنم؟ فرار میکردی نه؟ با دختر من، با زنت، زنی که فقط خودمون میدونیم زنته. تو آبروی منو کوبیدی، تو تیر دروازه و در رفتی بی غیرت. نگام کن، گفتم نگام کن. دوستش داری؟ 4 سال محرمت بوده نه؟ پس زنته. داداش حالا حرف میزنیم ها؟ حرف رو زدم، تمامم گفتم. خونه نمیای، میری خونه شوارد. حتی اگه خونه شوارد اندازه یه قوطی کبریت هم باشه، میری میشینی توش، خونه بابا رو فراموش میکنی. سلام. سلام. من کم بود خواب دارم میرم بخوابم. وای سخت است. سلام آقا جون. آروم و سر حوصله باش حرف بزن.
افسر محمد افسر بله دخترم بیا برو خونتون محمد بله ماما لطیفه تو هم برو بیرون یه هوایی بخوری زن و شوهرن و حرف دارن و صداشون بالا پایین میره و به کوچکتر و گوشش ربطی نداره بیاین بریم باریکلا اکرم کو؟ اکرم کجاست بزرگ؟ خونه شوهرش کدوم شوهر؟ یه شوهر که بیشتر نداره داره؟ وقتی نمیخوانش چه شوهری؟ میخوانش برو میخوام بخوابم یه عمر زنتم خوب میشناسمت خوابیدن دلیل خوبیه واسه فکر نکردن میخوای بخوابی چون نمیخوای خیلی تلفن. خوب تو که اینو میدونی برو بذار خواب تو این چشما بره پس منم میرم تلفن میزنم اکرم بیاد خونه آره گفتم نه مرد مگه تو خولی؟ خولی نیستم پدرم اگه پدرشی بفهم ارسی دخترتو نمیخواد دخترتو سبک نکن دختر من از شوهر حامل است از شوهری که شناسنامه زن شوهری نداره کجا بیارمش؟ کجا بیارمش؟ بفهم آدم آدم بفهم بیارمش اینجا که چی بشه؟ که حلوا حلواش کنم؟ که طلاق بگیره؟ با کدوم سبت و عقد؟ کدوم سبت و عقد و خط بزنم که طلاق بگیره؟ بیوه بشه؟ بی عروسی؟ بی سر و صدا؟ بی سبت و شناسنامه؟ ها؟ کجا؟ میرم پیش اکرم بی خود بیا برو گفتم بیام ببرمش کردم من جواب میخوام سر مادر داد نزن الهی که مبارک باشه اسم شوهر تو شناسنامه اکرم میشه سند و آبروی من میشه سند و آبروی دخترم میشه جل در دهن مردم رو میبنده